معرفی نژاد داریم. سه نژادی: سجی درشت هیکل، قوی و باهوش، یعنی داگ و آرژانتین. سلام رفقا، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال پت استی. زیاد حاشیه نمیرم تا معرفی این نژاد رو ببینیم. فقط یادتون نره که حتما سابسکرایبمون کنیم و یادتون نره اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت هم یادتون نره، چه به ما خیلی انرژی میده. نژاد سج داگو آرژانتینو که بهش ماستیف آرژانتینی یا آرژانتینو داگو هم میگن، یه نژاد قوی و پر انرژی و وفاداره که هم میتونه شکارچی خیلی خوبی باشه و هم یه مراقب مهربون واسه صاحبش. خصوصیاتی مثل علاقه زیاد به شکار کردن، اراده خیلی قوی و گاهی اوقات بی‌اعتمادی به غریبه ها و حیوانای دیره باعث میشه که هر کسی نتونه داگو آرژانتینو نجه داره و این نژاد مناسب افراد با تجربه استش. سرای داگو آرژانتینو به فعالیت جسمی و ذهنی زیاد و یک مربی با حوصله احتیاج دارن و جرنه ممکنه خیلی خراب کاری کنن. از این نژاد بیشتر برای شکار حیوانای بزرگ استفاده می کنن، ولی به عنوان سگ پلیس یا ارتش، آتش نشانی یا نگهبان هم ازش استفاده میشه. داگو آرژانتینو یه نژاد درشت و قوی و عضلانیه که برای شکار حیوانای بزرگ پرورش داده شده و بعضیا میگن یکی از اهداف پرورش ماستیف آرژانتینی شکار گراز بوده. داگو آرژانتینو اخلاقای تهاجمیش کمتر شده تا بتونه موقع شکار با سگای دیگه همکاری کنه. خلاصه علاقه زیادی به زنجیدن نداره، ولی بعضیا به خاطر قدرت و ذات شجاعش برای زنج تربیتش میکنن. به خاطر همین ژن زنجی چه داره ممکنه با سگای دیجه هم به مشکل بخوره. باید از بچگی با سگای دیجه معاشرت داشته باشه تا عادت کنه. این نژاد از نسل سگای شکاری یا همون تازی هم هست. این سگا موقع شکار خیلی وحشی هستن، ولی غیر از اون روحیه شادی دارن و خیلی هم به خانواده و صاحبشون وفادارن. محل نگهداری این ماستیف حتما باید دورش یه حصار بلند و محکم داشته باشه و جرنه هر حیوانی رو که ببینتش دنبالش میدوه یا همینجوری برای خودش راه میفته و میره. یه خلاصه مشخصاتم از ماستیف آرژانتینیمون بگیم که این نژاد قدش تا شونه تقریبا 60 تا 70 سانته و نرها معمولا 2-3 سانتی از ماده ها بلندترن. وزن سج داگو آرژانتینو هم معمولا حدود 35 تا 45 کیلو استش. طول عمر ماستیف آرژانتینی در صورتی که خوب ازش نگهداری و مراقبت بشه حدود 9 تا 15 ساله. حرف آخرمونم اگه خلاصه بگیم، اگه سجی میخواین که درشت و عضلانی و شبیه ماستیف ها باشه، موهای سفید و کوتاهی داشته باشه که تمیز کردن و برس دادنش راحته و همچنین بتونه فعالیت های شدید رو خیلی خوب انجام بده و قیافه خشنی هم داشته باشه و جست خفنی بگیره و حریفا رو بترسونه، ولی بی خودی هم به آدم ها حمله نکنه، این نژاد یکی از بهترین نژادهاییه که میتونین پیدا کنید. حالا نظر شما چیه؟ حتما نظر و تجربیات خودتون رو از این نژاد در کامنت ها با ما به اشتراک بذارین و یادتون نره که حتما کانال ما یعنی پت استی رو سابسکرایب کنید و اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت هم یادتون نره که به ما خیلی انرژی میده. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو رو تماشا کردید. Hey, look.